با سلام، در این قسمت از حاشیه نیوز با گرانترین شکست نظامی تاریخ آشنا بشید. سوخوی 35 با توجه به دارا بودن قابلیت تغییر بردار رانش در دو موتور خود، قابلیت انجام مانورهای فوق‌العاده سنگین از جمله مانور معروف کوبرا و چرخش‌های 180 درجه با زاویه بسیار تنگ را دارد که البته هیچ کدام از این مانورها از عهده F-35 بر نخواهد آمد. جنگنده تهاجمی مشترک F-35JSF ساخت شرکت لاکهید مارتین آمریکا که قرار است در آینده تبدیل به ستون فقرات یگان جنگنده ارتش آمریکا و متحدانش بدل شود، هر روز با دردسری جدید روبرو می شود. مشکلات نرم افزاری، نشت روغن از درون جنگنده و آخرین مورد بروز انفجار در موتور از جمله دلایلی است که بارها به خاطر آن ناوگان این جنگنده زمینگیر شده است. آخرین اتفاق فاجعه بار برای برنامه F-35 زمینگیر شدن کل ناوگان این جنگنده و عدم شرکت آن در نمایشگاه هوایی فارنبرو در انگلستان به دلیل حادثه انفجار در موتور آن بود. این پروژه که تا کنون چیزی در حدود 1 تریلیون دلار هزینه در بر داشته و به عنوان گرانترین پروژه تسلیحاتی تاریخ شناخته شده است، شاید چیزی بیشتر از یک فاجعه تمام عیار برای آمریکا و متحدانش نباشد. در این ویدیو نگاهی دقیق‌تر به این جنگنده آمریکایی و مشکلات آن خواهیم داشت. خانواده جنگنده‌های F-35JSF می توان این گونه گفت که آمریکایی ها به نوعی قصد دارند تا با برنامه F-35 تجربه موفق جنگنده افسانه‌ای F-4 فانتوم ساخت شرکت مکدونالد داگلاس را زنده کنند. این جنگنده به طور همزمان در نیروی هوایی، دریایی و سپاه تفنگداران دریایی آمریکا خدمت کرده و بازار صادراتی بسیار خوبی را نیز برای آمریکا به وجود آورد. نیروی هوایی ایران قبل از پیروزی انقلاب اسلامی نزدیک به 190 فروند فانتوم را خریداری کرد، اما برای جانشینی فانتوم هر کدام از بخش‌های نیروی های مسلح آمریکا به دنبال نیازهای جدید خود رفتند و جنگنده‌های جدید مثل F-15، F-14، AV-8B، F-18، F-16 و A-10 از جمله پرنده‌های رزمی بودند که هر کدام بخشی از وظایف فانتوم را در نیروهای مسلح آمریکا بر عهده گرفته و در ضمن به متحدین این کشور نیز در بسیاری از نقاط جهان صادر شدند. هواپیماهایی که F-35 جایگزین آنها خواهد شد. F-35 در سه مدل B، A و C طراحی و ساخته شده است که مدل A متعلق به نیروی هوایی، مدل B متعلق به سپاه تفنگداران دریایی و مدل C متعلق به نیروی دریایی آمریکا است. دیگر کشورهای حاضر در این طرح عبارتند از انگلستان، نروژ، هلند، ترکیه، دانمارک، اسرائیل، استرالیا، کانادا، ایتالیا و سنگاپور. با ورود به فضای قرن 21 و پایان جنگ سرد و تغییر کلی فضای نبردها، آمریکایی‌ها به دنبال این قضیه رفتند که شاید بتوانند تجربه موفق فانتوم را یک بار دیگر تکرار کنند. ولی باید گفت که مشکلات از همین نقطه آغاز می‌شوند. جنگنده جدید می‌بایست پنهانکار بوده و همچنین در مدل مورد استفاده برای سپاه تفنگداران دریایی قابلیت نشست و برخاست عمودی مثل جنگنده حریر را نیز داشته باشد. علاقه‌مندان به هوانوردی حتماً مطلع هستند که فانتوم با وجودی که در ابتدا یک جنگنده ناونشین بود، اما با کمترین تغییر ممکن خصوصا در بخش طراحی کلی بدنه و سامانه پیشران به خدمت نیروهای آمریکایی و مشتریان جهانی درآمد و در آن زمان خبری از طراحی پنهانکار، قابلیت حمل تسلیحات در داخل بدنه و یا قابلیت عمود پروازی نبود. برای فهم بهتر این مسئله خوب است که به سراغ یک مقایسه بین جنگنده F-35 به عنوان یک پرنده پنهانکار نسل 5 و جنگنده روسی سوخوی 35 به عنوان یک جنگنده نسل مثبت 4 داشته باشیم. در نگاه اول شاید بسیاری از افراد تصور کنند که F-35 به راحتی سوخوی روسی را از میان بر می دارد، اما مطالعات انجام شده توسط خود غربی ها حقایق بسیار جالبی را در مورد این به اصطلاح ابر جنگنده آمریکایی مشخص می کند. در ابتدا با یک سری از مؤلفه های ساده پروازی مثل برد، سرعت و سقف پروازی شروع می کنیم. برد جنگنده F-35 با سوخت قابل حمل در درون بدنه خود در مدل A در حدود 2200 کیلومتر و برای سوخوی 35 در حدود 1800 کیلومتر است. البته سوخوی 35 می تواند با حمل یک مخزن سوخت 6000 لیتری در زیر بدنه خود به راحتی برد را 4500 کیلومتر افزایش دهد. در زمینه سقف پروازی عدد مورد نظر برای هر دو پرنده در حدود 18 کیلومتر از سطح زمین است. در بخش سرعت اما سوخوی 35 با قابلیت پرواز با سرعت بیش از دو برابر سرعت
صوت دست برتر را نسبت به F-35 که بیشترین سرعت آن 1.6 ماخ است را دارد. در بحث ارتفاع عملیاتی خصوصا برای نبردهای هوا به هوا، این عدد برای F-35 در حدود 7 کیلومتر یا به عبارتی 25,000 پا و برای سوخوی 35 در حدود 40,000 پا یا به عبارتی 12 کیلومتر است. این عدد در بحث شلیک‌های فراتر از میدان دید بسیار مؤثر هستند. نکته اینجاست که بر اساس اصول فیزیک، هواپیمایی که از ارتفاع بالاتر و سرعت بیشتر موشکی را پرتاب کند، سلاح پرتاب شده خود را به برد و سرعت بیشی نمی‌رساند. در اینجا این سوال پیش می‌آید که آیا هواپیمای F-35 می‌تواند سوخوی 35 را زودتر شناسایی کند؟ برای پاسخ به این سوال به رادارها و سامانه‌های شناسایی در دو هواپیما اشاره می‌کنیم. هر دو هواپیما از رادار باند X آرایه فازی بهره می‌برند که برای F-35 این مدل APG-81 از نوع فعال و برای سوخوی 35 مدل IRBISE از نوع غیر فعال است. هر دو رادار تقریباً از توانایی‌های مشابهی در این بخش برخوردار هستند و F-35 در این بخش خصوصاً به خاطر اینکه در بخش جلویی خود از کمترین سطح مقطع راداری برخوردار است، به نظر دست بالا را دارد. اما سوخوی 35 یک رادار کمکی باند L در اختیار دارد که به طور خاص در فلپ‌های جلویی بال هواپیما نصب شده و به صورت اختصاصی برای کشف اهداف پنهانکار طراحی شده است و به سوخوی 35 در کشف اهداف پنهانکار کمک می‌کند. همچنین باید به این مسئله اشاره کرد که مجموعه راداری و سنسورهای F-35 توان جستجوی محیطی به زاویه 120 درجه در مقابل خود را داشته و این در حالی است که این عدد برای سوخوی 35 240 درجه می باشد. در ضمن باید به این نکته نیز اشاره کرد که در بحث برد موشک‌های فراتر از میدان دید، برتری متعلق به سوخوی 35 بوده و موشک‌های مثل سری R-77 از برد بیشتری نسبت به موشک اصلی میان برد F-35 یعنی امرام برخوردار است. هواپیمای F-35 به سامانه AAQ-40 که یک سیستم الکترواپتیک است و در زیر بدن نصب شده مجهز است. این سامانه توان کشف اهداف هوایی و زمینی را داشته، ولی بیشتر توجه و تمرکز این سامانه بر روی جستجوی اهداف زمینی می باشد. در مقابل هواپیمای سوخوی 35 به یک سامانه پیشرفته جستجوی فروسرخ پیشرفته مجهز است که عمدتاً از آن برای کشف اهداف هوایی بهره می برد. بر اساس اطلاعات مندرج در پایگاه اینترنتی Air Power استرالیا، این سامانه نصب شده بر روی هواپیمای سوخوی 35 که البته بر روی سایر اعضای خانواده فلانکر مثل سوخوی 30 نیز نصب شده است، به راحتی توان کشف F-35 را پیش از رسیدن به برد لازم برای پرتاب موشک دارد. این مسئله را نیز به یاد داشته باشید که موتور مورد استفاده در F-35 یعنی F-135 ساخت شرکت پرات اند ویتنی یکی از داغ‌ترین موتورها در دنیای امروز به حساب می‌آید که تشعشعات فروسرخ گسترده ای را پخش کرده و کشف آن را به وسیله سامانه‌های جستجوگر فروسرخ آسان‌تر می‌کند. حال به بحث پرتاب موشک و دفاع در برابر حملات در برابر موشک‌های هدایت راداری می‌پردازیم. موشک اصلی F-35 برای نبردهای فراتر از میدان دید موشک AIM-120 امرام در مدل C است که البته در حال حاضر کار بر روی مدل D نیز به عنوان مدل پیشرفته‌تر ادامه دارد. در مقابل هواپیمای سوخوی 35 با موشک‌های سری R-27 و R-77 برای نبرد در فواصل دور مجهز شده است. ذکر نکاتی در اینجا مهم به نظر می‌آید. اول اینکه موشک روسی R-77 از لحاظ برد دست برتر را نسبت به امرام آمریکایی دارد و این برتری همچنین در زمینه مانورپذیری به لطف طراحی باله‌های صلیبی شکل در انتهای این موشک نیز تضمین شده است. در عین حال و همان گونه که در ابتدای متن نیز اشاره شد، ارتفاع پروازی بالاتر و همچنین سرعت بیشتر سوخوی 35 در بحث به دست آوردن برد و شتاب بیشینه در موشک مذکور بسیار مهم است. مسئله دیگر بحث سامانه‌های جنگ الکترونیک و مانورپذیری هر دو پرنده است. با نگاهی به تاریخ نبردهای هوا به هوا، خصوصاً با استفاده از موشک‌های هدایت راداری، یک نکته مشخص می‌شود و آن هم این است که در بسیاری از موارد قربانیان موشک‌های هدایت راداری پرنده‌های ضعیف‌تر از لحاظ سامانه‌های الکترونیکی و همچنین مانورپذیری بودند. اکثر پیروزی‌های هوایی به دست آمده به وسیله موشک آمریکایی امرام تاکنون بر علیه هواپیماهایی چون میگ 21 و میگ 29 آن هم در مدل A به دست آمده است که تقریباً فاقد هر گونه سامانه جنگ الکترونیکی بودند. اما در بحث نبردهای فاصله نزدیک بحث بسیار جالبتر می شود. بر اساس نوع طراحی F-35، این جنگنده در زمانی که نیاز به حمل محموله خود در درون بدنه برای رعایت اصول پنهانکاری دارد، توان حمل موشک‌های فروسرخ را نخواهد داشت. موشک‌های فروسرخ در صورت لزوم در زیر بال‌ها نصب خواهند شد که در آن صورت نکته مثبت اصلی این جنگنده یعنی پنهانکاری آن از بین خواهد رفت.
مسئله بعدی بحث مانورپذیری دو هواپیما است. سوخوی 35 با توجه به دارا بودن قابلیت تغییر بردار رانش در دو موتور خود، قابلیت انجام مانورهای فوق‌العاده سنگین از جمله مانور معروف کوبرا و چرخش‌های 180 درجه با زاویه بسیار تنگ را دارد که البته هیچ کدام از این مانورها از عهده F35 بر نخواهد آمد. در بحث توپ نیز باید گفت که سوخوی 35 دارای یک توپ 30 میلیمتری و F35 دارای یک توپ 25 میلیمتری است. مشخص است که قدرت تخریب توپ روسی بیشتر بوده و در صورت برخورد یک یا چند گلوله آن به بدنه یا موتور F35 نبرد برای جنگنده آمریکایی پایان یافته است. و حال نکته این است که این نتایج در برابر یک جنگنده نسل مثبت 4 به دست آمده است. تصور کنید با ورود جنگنده های نسل 5 روسی و چینی چه بر سر F35 خواهد آمد.